میخوام اول که خودتون معرفی کنیم بعد دیگه. من که مثل خب مجسم ابوالهول هم دیگه نمیدونم بعمل فرمانه را. بعد میخوام اینم کجا به دنیا اومدیم؟ تهران. تهران سوم اسفند 1320. بعد تحصیلات چه جوری شروع کردیم؟ کلاس اول دبستان مدرسه رو دبستان رازی پیوان خلیه دولتی رازی دبستان توسی دروازه شمرون بعد دبستان امین دوله خیابون گرمان و بعد دبیرستان علمیه و دبیرستان هدف تو صحبت که کرده بوده در بعد رفتم مرسه هنبشگی به انگلیس از اونجا رفتم امریکا دانشگاه یو اس ای. چند ساله بود که مرسه هنبشگی؟ 16 ساله. چطور شد که شما هنبشگی رو دوست داشتید؟ من دوست نداشتم، من میخواستم برم سینما. اون تاریخی که من رفتم انگلستان که سال 58 میلادی بود، مجلس سینماییشون هنوز راه نیافتاده بود. من سال 62 راه افتاده بود. تن تحصیل کی بودی میخواستی بری سینما؟ من از بچگی عاشق سینما بودم. بالاخره یه چند تا تاثیر چیز خاصی نبود. من فیلم دوست داشتم، این رویای رو پرده رو دوست داشتم. چون مثلا یه زمان ایده که فرانسه مد شده بود برای خیلی خوشم بود. آره اونو دوست داشتم. ما همه هم زمانیم دیگه، چون 18 19 20 21 از نظر سنی هر بچه‌ها که بود همه هم دوست. خب بعد از شما مرسه هنبشگی رفتیم؟ بله، برای یک سال اونجا رفتم. بعد پدرم آمد با ما، قرارمون کارگردانی بود، هنرپیشگی نبود، و منو فرستاد آمریکا و رفتم دانشگاه یو اس ای. اونجا با جورج لوکاس و اینه ما هم کلاس بودیم. بعد بابای شما علاقه به هنر داشت؟ خب من همیشه خیلی علاقمند بود، ولی چیزه دموکرات. آره، گفت زندگی خودش. بعد رفتیم امریکا و سینما خوندیم. بچه هم برگشتیم ایران و در خدمتتونیم. اونجا این چی کار کردی؟ فیلم های دانشجویی. نه بعدش چیز نکردم. خیلی داری طول میکشه. خیلی خوب تمام میکنه. تاریخ امروز بگیر. بله خوش. تاریخ امروز 23 آذر 94. 24 یا 23؟ 23. خیلی متشکرم. خواهش. چی من مدرگی نه؟ نه چی راجع به این رینه تو سبایی 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 جمعون هم میگن بگه. بله نه، هر از گاهی موقع که این اتفاقات میفته، تئاتری هست، نمایشگاهی هست، عکسی هست، باید نرفا باید بلنشی و بیای بیرون. حالا هوا هر چقدر موقع باشه باشه، مگر اینکه نتونی. واقعا من یه دو سالی تقریبا از تمام نمایشگاه ها و اینا حذف شده بودم یا خودم رو حذف کرده بودم، برای اینکه قدرت چه نداشتم که بلنشم برم که چیز هست. یه ادم از این بیماری من استفاده کرده بودن، ایمیل زده بودن برای خیلی ها که فرمانه رو داره میمیره قریبا و بریم به دیدنشون. بعد مهرجویی به من تلفن کرده میگه دادا این ایمیل ها چی راجع به تو میاد؟ گفتم والا بیمارن مردم دیگه که تو بشینی ایمیل بزنی راجع به اینکه یک کسی در آینده قراره بمیره. خب همه میمیرن دیگه، ما که استثنا نیستیم توی ماجرا. ولی باید بلند شد، اومد، رفت، کار کرد. غیر از این اصلا چاره ای نیست. و من خانمم حالا سه دفعه قلبش عمل کرده، میره تورنتو واسه بیماری اینا. هی به من میگه بلند شو بیا اینجا. یه موقع تورنتو من اصلا مسئله مال نیست، فلان نیست، ولی من میدونم بیام اونجا بشینم که هی بیام با پایین آسانسور قهوه بخورم برم بالا بعد یه فیلم ببینیم فلان، میدونم حتما 10 سال زودتر میمیرم. برای اینکه من این مملکت با تمام اشکالاتش عشقم، اینو نمیتونم چیز بکنم، اینو نمیتونم جایگزین بکنم با جنوب فرانسه تو آفتاب خوابیدم. خب بالاخره
دیگه جازوی درازمون میکنم، ولی دست خودم باشه نه این کار نمیکنم. الان هم یه فیلم میخوام شروع کنم، از آخر اردیبهشت هم یه سریال 24 قسمته واسه نمایش خانگی، برای که کار نکنی چیکار کنی؟ به اندازه کافی هم اگر 3 تا روزنامه ببینی، به اندازه کافی اون 3 تا روزنامه هرست میده، چون مثلا تیتر اول روزنامه از آقای بابک زنجانی اینه که اذیت بکنین اذیت میکنم. آقا ما تا حالا ندیدیم کسی که میلیارد ها دلار پول من بگد و خورده باشه بعد تو محاکمهش بگه اذیت بکنیم اذیت بکنیم. نه میگم ها، میگم ها. شما تو یه فیلمتونم اشاره به مرگ و اینا کرده بودید؟ بیشتر از این فیلم، یعنی 3-4 تا فیلم. اکی این شروع میشه؟ ببینید، برای من اصولا من اعتقاد شخصی منه که مرگ آگاهی باعث میشه که شما بهتر زندگی کنید. اینکه حس کنید که آقا این ته داره، این الی غیر نهایی نیست. بچه 25 ساله 30 ساله اون حق داره که فکر کنه که ته نداره ماجرا. و موقعی که نگاه میکنی که آقا این امکانش هست، سعی میکنی از همین چیزا لذتی بیشتری ببری، از دوستات لذتی بیشتری ببری. من آدمی که دوست نداشته باشم نمیبینم بدون رو درواسی، کسی هم بدون دعوت خونه من نمیاد، برای اینکه روی دروسی ندارم روش به این مسائل. خب به یه سنی رسیدیم، میخوایم آدمایی که دوست داریم ببینیم دیگه. بنز کافی دیدیم آدمایی که دوست نده. مگر تو زندگی آدم تصمیم میگیره برای لذت بردن؟ اگه دستت باشه آبه مسئله کردم دستم باشه. نمیشه، بعضی وقتا نمیشه، پیش نمیام. اما چرا که موقعی که پیش میام، من مثلا الان بهتون بگم مسئله لذت رو توصیف کنم که مسئله جنسی اینا اصلا پیش نیست. من یه نوه دارم الان 14 سالش، من نفسم برای این میره. یعنی موقعی که به من میگه بابا یا میاد مثلا خونه ما، یا هفته یه شب من میذارم بریم میگم شام بریم بیرون، تمام شب من کیف میکنم به خاطر حضور اون. خودم گاهی بیدار میشم میبینم من تو خواب دارم دعا میکنم برای اون، در حالی که واسه بچه های خودم للهی دعا نکردم که اینا رو مواظبشون باشه. بستگی به این داره که آخه یه عده میشنن تریاک میکشن، این لذت قضایی هست. من هیچ وقت از هیچ چیز دیگه اینطوری لذت نبردم، عادتم بچکم. از 16 سالگی هم خارج بودم، یعنی بابا ننه بالا سرم نبودن که بگن که بکن نکن بکن نکن. شرایطش فقط هم بوده. آره، من دود سیگار رو یاد نگرفتم بدم تو ریه. دوستان خیلی سعی کردن من تریاک کنن، ولی چون دود نمیتونستم بدم تو ریه، یه روز یکی دماغم رو گرفت، یکی دهنم رو گرفت، که من مجبور شدم دوده رو بالاخره بدم تو. گفتم آقا این که شبیه شکنجه است تا اینکه یه چیز لذت بخش. من چیزهای خیلی چیزهای دیگه هست، یه نقاشی خوب، یه عکس خوب، یه فیلم خوب، یه موسیقی خوب که میشه. آه این همینا تو رو میتونه نشد بکنه، بقیهش دیگه لذت در بیفکری مطلق نمیدونی. ما میری کنار موج دریا که داره موج بزنه وای میستی، بیفکری مطلق ولی اوج لذت. نه ببینید، من چرا میگم بیفکری چیز نیست؟ من 10 سال آخر زندگی مادرم آلزایمر داشت. به نظر من هیچ مرضی بدتر از آلزایمر نیست، چون ماییم و خاطره هامون، ماییم و چیزایی که یادمون هست. حتی اون لذتی که شما راجع به موج دریا میگین، این به خاطر یه خاطره آرامشی که ما ازش لذت میبریم. اول این راجع بهش فکر نمی کنم. نه فکر اصلا لازم آخه همش چیز نیست. اما اینکه شما پسرتون رو نشناسید، نه اونا رو که اصلا دستش نمیکنید. میخوام بگم که اون من وحشتم از اونه. همیشه هم به بچه‌ها میگم، هر موقع دیدین که شلوغ دارم میگم
20 قرص بدین من بخورم. این شبیه این احمد رضا احمدی. احمد رضا احمدی نه. احمد رضا صبح که بلند میشه فکر میکنم که مرگ و بغل دستش حس میکنه. من اصلا اون حس اونطوری ندارم. من خیلی هم خوشحالم، سرحالم، زندگی میکنم، شکر میکنم، دوستای جوان خیلی زیاد دارم. اما واقعیتش اینه که الان برای خودم یک چیز دارم، یک ممیزی دارم در لحظاتی که هست. تو حرفه ما خب خیلی دختران زیبا میان و یه مقدار لبندی میکنن فلان و بسار و اینا. بعد یکی که خیلی اصرار میکرد، چون هم میدونم من 8 فروردین که میان، من 48 ساله که دارم با زنم زندگی. بعد موقع که خیلی اصرار میگه بریم شمال، بریم فلان جا اینا، من صداش کردم گفتم خانم جون من داماد دارم، عروس دارم، نوه دارم، با زنم اون موقع مثلا حالا 46 ساله ما داریم زندگی میکنیم، کم و کسری برای زندگی خودم حس نمیکنم که همه اینا رو بیام با یه همخوابگی چیز که حالا تازه تو این سن که رسیدی ممکنه شرمندگیش هم فقط وسط بمونه چون مثل جوان نتونی از پس کار بری. اما میگم این مسئله منه که من برای زندگی یه آره یا نهایی دارم، یه کارهایی نمی کنم، یه جایی نمی دارم. نه که بخوام خودم رو بگیرم فلان، نه اصلا، فقط میگم آقا اگر شما برای خودت ممیزی نداشته باشی، دوستان شلخته زیاد داریم متاسفانه، هر جا صدا میکنن کلاس میشن، نمیدونن فلان میشن، بسار میشن، بعد هم مثلا شعر دیگه من بناشم برم نگاه کنم دیگه. احمد رضا در امروز. آره احمد رضا این حد خوشگل خوشگل داره والا خوشگل تو فیلم بزشیگ نگاه میکنی احمد رضا دیگه خیلی چیز شده دیگه. آره درسته، من تا حالا نمیدونستم چشمای درخشان شما رو نگاه همون ببین همه رو خیلی خوشگل کردی. این نبوغه، این شخص ابراهیم گنبری که برای بینوهین هم ویالون ساخته گنبری ها آره جایزه آره برای جایزه اوپرای پاریس رو گره نه برای پرویز تو فیلمی که من ساختم کنسرتی که اجرا نشد یه سری ویدیو گرفته از خودش ما که خونه تنها بوده جزء آدمای محدودی که صحبت میکنه پرویز راجبش که چه استادی است و چه سازهایی درست کردن و چه همچنان راست خیلی اینا ماشنا میپر نمیشناسمش ولی زمانی خوش قیافه بوده نه الانشم خوش قیافه است بگیرم اب نداره آره اشکال نداره مرسی این نامه که چقدر آدمه درست حسابی داشته آره این من بگم آره آدم های بسیار درست حسابی خیلی دوره بله میشناسم خونه هم خیلی رفت خیلی مرد خیلی یعنی اصلا شما حساب بکنید که بانک خون رو آره در این در بابا اینه بله بله این پروفسور رضا است نه؟ بله پروفسور رضا است صادقه کو؟ صادقه داره مطالعه نم اینجا سنده چیزه؟ یه آقای چیز شویز آقای سمد سمد بود خوشی شما اونقدر چیز به صحبت نشده